بازیگر یا بازیش میتونه درخشان بشه. یه سکوت، ببخشید من کشتن. میگم موبایلت روشن، نویز میندازه رو انته. موبایل تو روشنه؟ خدا مرگم بده تو استودیوتو بکنین اون ور. نمیدونم تو به چه حقی موبایل تو روشن گذاشتی رو انته؟ زنگم میزنه. نه دیگه زنگ زده. خیلی عذر میخوام، یه آگهی پخش بکنیم. من خاموش میشم. یه اتفاقی هم برای من افتاد. من امروز خاموش کردی یه گوشی سایلنت. نه خاموش کردم. خب ببینم حتما خاموشه. من امروز گوشیم رو تو یک آژانسی جا گذاشتم. خب بعد تا ساعت ها گوشی نداشتم. بعد بالاخره گوشیم رو به دستم رسید، دلم نمیاد خاموشش کنم چون ازم دور بوده. چی بود حالا زنگ زد؟ ندیدم دیگه. تو که اینقدر علاقه به نقشای طنز داری، تقریبا اکثر کاراکترهایی که از تو دیدیم طنز بوده توی سینما. البته جالب بود توی این سریال نشانی خیلی فیگور جدی کارگردان بر خودش در نظر گرفته بود که یه ما میتونیم اثر انگشتی از خودش داشته باشه. خیلی باحال، خیلی دارمت. فدا. آره شکرت. نه خوب بود جدی، اون نقش کوتاهی که برای خودت در نظر گرفته بودی خیلی دلنشین بود، قشنگ. با خود مهران که اینجا صحبت میکردی، مهران مدیری میگفت که من تیمم همیشه رصد میکنن، یعنی یک کار طنز که پخش میشه رصد میکنن ببینن که به چه چیزهایی از این کار خنده بیشتری داشتن. مهران به نظر من نابغه کمدی تلویزیون ماست و هیچ تعارفی هم نداره. هزار دفعه من هر دفعه دیدم به خودش هم گفتم، چیزی که وجود داره اینه که مهران دیگه مسلط شده به شیوه کارش. هیچ وقت نخواستی تو هم وارد مجموعه روند اینطوری بشی، کارای طنز روتین بسازی برای تلویزیون؟ نه نه، به نظرم خیلی سخته. آره سخته، ولی مردم ما قبول داری الان به نشاط و خنده خیلی احتیاج دارن. خب ما از همه پتانسیل هم باید استفاده بکنیم، به مردم نشاط بدیم، روحیه بدیم. مهران خیلی خوب، من خیلی. خود مهران هم میدونه چقدر دوستش دارم. ولی چرا فقط باید مهران باشه، رضا باشه، رضا عطاران باشه و حالا سروش صحت باشه یک نفر دیگه؟ باید بچه هایی که میتونن این کارا رو انجام بدن مثل رامبد جوان، من الان تشویقش میکنم که واقعا بیاد یه کار طنز انجام بده. اون تحقیقات رو برای خودش خیلی بزرگ نمایی نکنه که آقا نه حالا کی حوصله‌اش رو داره تحقیقات کنه فلان. این کارها رو انجام بدیم، این تجربه ها رو، حالا که تو دو سه تا کار خوبم کارگردانی کردی، جواب هم گرفتی، من بهت پیشنهاد میکنم این کار طنز خوب بساز. آخه ببین خیلی راندمان بلد بالا باشه تو اینجور کارا. آره خب یعنی شبیه مثلا تو توقع تصور کمه، میتونی این کارو بکنی. بعد آدم چیز نمیشه، درصد خطای آدم بالا نمیره. تنبلی؟ نه نه، من شنیدم تو اصلا تنبلی کلا. آره آره. تحقیقات میدانی مثلث شیشه‌ای ثابت کرده بود که رامبد جوان خیلی آدم تنبلیه. تنبل یعنی چی؟ تنبل یعنی این که حوصله نداره دیگه، میگه آقا ولش کن چه کاریه. بابا من این همه کار میکنم، من خیلی کار میکنم، من اصلا بیکار نیستم. الان چی کار داری میکنی؟ تیزر میسازم. پولشون زیاده؟ آره، به هر حال بخش درآمدی زندگی منه. من نمیتونم به خاطر این زندگیمو بگذرونم، هی برم بازی کنم، برم بسازم. قبول داری؟ آره. خب بعد چیز میشه که از خودم بدم میاد. آره آره، پولش خوبه به خاطر اینکه اونجوری کاش که اون مشکلات بازرگانی وجود نداشت، من الان میتونستم بگم که رامبد جوان چه تیزرهای بامزه‌ای برای آگهی های تلویزیونی ساخته. انصافا خلاقیت تو این زمینه خیلی خوبه. قربان تو. در نتیجه اصلا بیکار نیستم واقعا. من واقعا نه، تنبلی میدونی کجاست؟ کجاست؟ از خواب بیدار شدنمه، فقط تو اونجاست. کی بیدار میشی از خواب؟ بستگی داره کی خوابیده باشم. من گمان میکنم که رامبد جوان تنبل است. چند کلمه آذری، هر چند دست پا شکسته شد. نخوا تو رو خدا، هر چقدر که بلدی رضا. خیلی بلدی، ازم پرسیدی که بلدی، گفتم که گفتی دست پا شکسته، گفتم سرخ پوستی میشه از یه جا به بعدش زیر نویس باید بیاد. دو سه کلمه شو بگو. این موسیقی آذری هم دارم برات میزنم. نزاسوز یاخسوسوز چفهفار چفهفار بهش بگو. بگو آقا تو این ایراد رو داری، نداری متاسفانه. جواب منطقی به من بده. آره. نه اینکه بری پشت. وای سردمدار منطق در ایران، سردمدار منطق در الان منو مسخره کردی؟ آره آره، متوجه شدی؟ متوجه من باهوشم. آفرین، میدونم. آمار اس ام اس مون رو بگم تا این لحظه چقدره؟ فکر می‌کنی رامبد چقدر شده تا الان؟ 103,004 تا. نه خیلی بیشتره.
103,006 122,001 نفر. وای داره میره بالا، بری بالا. یه بار میتونیم سوال نظرسنجیمون رو ببینیم که آمار رامبد جوان به قول خودش خیلی بیشتر بشه. سوال نظرسنجیمون یه بار دیگه میبینیم، برمیگردیم ببینیم با این پسر شیطون چیکار باید بکنم که دو تا جواب منطقی با آدم بده. آقا چیه من نمیدونم تو چه شده. همین یکی. شب بخیر خانم آقایان، رامبد جوان مهمان منه و من مهمان های دیگه ای دارم به تعداد 123,312 نفر که گفتند که 1 رامبد جوان بازیگر خوبیه، 2 کارگردان خوبیه، 3 مجری خوبیه یا 4 هیچ کدام. آخر قضیه به شما نتیجه نظرسنجی رو خواهم گفت. متشکرم. خواهش میکنم. یه سوال دارم. بپرس. برنامه شما ویژگیش چیه که بیننده داره؟ چی مردم چی رو نگاه میکنن؟ دکورمون خوشگله. ببین. باریکم. جدی چی کار میکنی؟ بگو چیه؟ این برنامه تو پربیننده است دیگه نه؟ منطقیه برنامه. با. به جان همین عباس اختری که نشستیم پای منطقی. نجده چه ویژگی داره که ببین من اولا به مهمون برنامه خیلی بستگی داره. وقتی مهمون برنامه خوش صحبته، چه سیاست مدار باشه، چه ورزشکار باشه، چه بازیگر باشه، خوش صحبت باشه، اهل حرف زدن باشه، اون شبا خیلی بیننده داری. خب یه شبای مهمون میاد میشینه، بله، نخیر، حالا شاید احتمال داره. با اون شبا هیچی از توی برنامه درده. بازیگری داری یا؟ جدی؟ آره رو دیدی؟ یعنی من دیدم. دیدی؟ استعداد بازیگری داری. آفرین. خب از همین الان ما یه قرار داد می‌بندیم برای سریال ما. آقا نکن این کارو برای من حرف در بیار. جدی؟ ببخشید من بدت استعداد بازیگری داری. نه اتفاقا ولش کن. بذار آمار اسمس رو بگم. 151,751. سه تا سوال کوتاه. محمد چقدر وقت داریم؟ 3 دقیقه. تو این 3 دقیقه قرعه کشی هم باید بکنم. 4 نفر باید قرعه کشی بکنم. سه تا کلمه میگم تو حس تو بگو. سیام بکنم. بهمن بوش. جوان پدرش چاکرشم. چاکرش. مادرت عاشقشم. اشکان خطیبی دمش گرم بشه. مهدی مظلومی کپل معروف. مهران مدیری شیرین عسل نابغه تلویزیون ما. رضا عطارا لایق. جواد رضویان چه موزیکی آخه این چه مرزش رو چرا آدمی نمی کنم. جواد رضویان با همین تکنیک 3 دقیقه فکر کرده می با همین کاراش. جواد رضویان من میتونم بپرسم این حرکت ها جادوگری بود؟ جواد رضویان پیگیر پشتکار داره. آره منم قبول دارم. اسم آخر چون منطقی دوست داری و منطقی دارم جواب میدم. رامبد جوان رو هم بگو که کره کشی کنم. دوستش دارم. من هم دوستش دارم. آخه تازه دوستش داره و این همه گفت منطقی بگو منطقی بگو. دوستش نداشت ببین چی کار میکرد. رامبد جوان دوست خیلی خوب منه، تازه فامیل منم هست، خیلی هم دوستش دارم. یه خورده سر به سرش گذاشتم که برنامه جذابتر بشه و الا میدونیم که رامبد خیلی پسر خلاق و باهوش و دوست داشتنیه. رامبد تا این لحظه خدمتت عرض کنم که بذار آخرین آمار خوبه، خیلی خوبه. چی گفتم راجع به این؟ الان بازیگری کنم نه؟ رسیدیم به 191,604 تا پیام کوتاه. 191,604 پیام کوتاه. 60% گفتن بازیگر خوبی هستی. 17% گفتن کارگردان خوبی هستی. 15% گفتن مجری خوبی هستی. وای اون 8% گفتن هیچ کدام. 8% میخوان من این حرفه رو ترک کنم. 92% میگم پسر خودتو جدی بگیر خوبی باشه، مخصوصا اون 60% که گفتم بازیگر. رفتم که جدی بگیرم.
مرسی که خبرم کردین اومدم پیشتون. قربونت برم. منم خیلی دوست داشتم برنامه امشبو، برای اینکه همش پرتحرک بود، ولی قانع نشدم و امیدوارم که ولی مشکل خودت عزیزم، من که نمیتونم، میبرم دکتر. باید قرص میبرم دکتر. خیلی ممنونم از رامبو. ما امشب جان قرعه کشی فرصت داریم انجام بدیم. خب دستمو ول کن. واسه یه دستی میتونی قرعه کشی کنی.